سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم. تا چند جلسه با هم دیگه کتاب چگونه شعر بخوانیم رو با هم دیگه مرور بکنیم و در واقع ارائه‌ای داشته باشیم در مورد این کتاب. کتاب چگونه شعر بخوانیم اثر آقای تریگلتون که پیمان چهرازی اون رو ترجمه کرده و در نشر آگه منتشر شده. خدمتتون عرض بکنم که داستان این کتاب از این قراره که اصلاً چه زمینه‌ای باید برای درک شعر داشته باشیم و برخورد و مواجهه ما با شعر باید چطوری باشه. این یه سوالی بوده که همیشه مطرح بوده و انسان‌های متفاوت، چه از آدم‌های عادی چه منتقدین، در واقع درگیر بودن با این قضیه. ناقدای ادبی منتقدا از یه طرف به جزئیات فرمی حساس هستن و از یه طرف دیگه به زمینه فرهنگی و اجتماعی. این یه دعوای در واقع همیشگی بین منتقدین و مردم و در واقع مخاطب و شاعر و سایرین، این چالش همیشه حضور داشته. یه در واقع جایی که این وسط در واقع این دو تا رو به هم مرتبط میکنه بحث زبان هست که یه نقطه تلاقیه و در مرکز مباحث نقد ادبی قرار داره. تریگلتون سعی میکنه توی این کتاب در مورد این قضیه صحبت میکنه. من توی این جلسه فقط معرفی کتاب و در واقع مقدمه‌ای که مترجم بر کتاب نوشته رو میگم تا شما اگر علاقه داشتید و با توجه به مباحث مطرح شده توی کتاب بقیه ویدیوها رو هم ببینید و همراه ما باشید. اصل بحث تریگلتون پیوند دادن بحث همین فرم و معنا، یعنی شکل و زمینه فرهنگی و اجتماعی و در واقع همون چیزیه که خیلی عادی بهش میگیم فرم و محتوا. در واقع آقای ایگلتون دائما بر سر این قضیه تاکید داره که فرم بی‌اعتنایی در واقع به محتوا نیست، فرم بی‌اعتنایی در شکل کلان، فرم بی‌اعتنایی به تاریخ نیست و بلکه یه راهی برای ورود به اونه. حالا توی مقدمه‌ای که در واقع یادداشتی که مترجم بر کتاب نوشته میتونیم ببینیم که بخونیم و متوجه بشیم که شعر مدرن اساساً معتقد به اینه که معنای اثر در دل خود فرایند معنا رسانیه که شکل میگیره. برای همین تو شعر مدرن معتقدند که شعر غالباً در مورد خود زبانه، نه در مورد مسائل دیگه. در واقع خود زبان هست که خودش رو مطرح میکنه. کلمات درسته که تو شعر یه کارکرد ارجاعی دارن به دنیای واقعی، ولی این کارکرد رو تابع طرح کلی و رابطه های کلامی درون شعر میکنن. برای همینه که خود اون بحث فرم مطرحه. یه نکته که خیلی مهمه که تو مخصوصا تو شعر مدرن مطرحه اینه که فرم و محتوا لزوما نباید با هم منطبق باشن، ولی محتوای شعر باید از طریق درک فرم اتفاق بیفته. قضیه در واقع اینجاست که حالا مخصوصا تو شعر مدرن این قضیه مطرح میشه که این لزوماً منطبق بودن دلیل اصلی نیست. اینکه بگیم هر کلمه دقیقاً جایگاهش مشخصه و همون معنایی که میخوایم رو میرسونه، این لزومی در واقع برش نیست. یه اختلاف نظرهایی همیشه در مورد وجوه فرمی شعر مثل لحن و فضای حسی و گام و شدت و زیر و بم و اینها وجود داره، اما این به این معنی نیست که اینها کاملا ذهنی و سلیقه‌ای‌اند، بلکه یه سری مسائلی در موردشون وجود داره که کاملا قابل بررسیه و این نشون میده که کاملا واگذار شده به مخاطب نیستن، بلکه میشه در مورد اینها بررسی کرد و صحبت کرد. یه مسئله دیگه هم که مطرح میکنه اینه که بافت‌های کلامی عرضه شده در شعرها در دل زمینه‌های فرهنگی شکل گرفتن. این قضیه رو
دقت بکنی اینه که در این زمینه ها واسطه درک دنیای مادی به وجود میاد و این خصوصیت فرمی به سلیقه خواننده ایجاد نمیشه. در واقع معنادهی شعر چیز متفاوت با تداعی ذهنی خواننده اصل. اون چیزی که آقای ایگلتون تاکید داره اینه که در شعرهای تاثیرگذار شاعر به نوعی هر یک از عناصر و جنبه‌های مختلف محتوای فرمی رو در نظر داره و به اونها اشراف داره. حالا یه نکته دیگه هم که من در مورد کتاب بگم و در واقع پیشنهاد من به خوندن کتاب و ادامه دادن دیدن این ویدیوهاست که با هم دیگه مرور خواهیم کرد اینه که یه ویژگی این کتاب اینه که دائما داره با مثالها و بررسی شعرهای متفاوت تمام مسائلی که در موردشون صحبت میکنه رو مصداقی صحبت میکنه و مثال میاره و این باعث میشه که بهتر درک بشه هر کدوم از مسائلی که تو کتاب گفته میشه. در ابتدای کتاب یه خدمت عرض کنم مقدمه هم خود آقای ایگلتون نوشته که میگه که من این کتاب برای دانشجوها و مخاطبای عام در واقع طراحی کردم کتابو. گفته شاید بعضی فصلاش به درد مثلا حوصله بعضی‌ها رو سر ببره، برای همین گفته که اگه مثلا خیلی حوصله‌تون قرار سر بره اول فصل 4 رو بخونید بعد فصل 5 و 6 رو بخونید، بقیه‌اش رو شاید حوصله‌تون سر ببره. اما تاکیدش هم این هست که اگه از ابتدا تا انتهای کتاب خونده بشه قطعاً درک درست‌تری از کتاب پیدا میشه. با این مقدمه‌ای که گفتم من اون عناوین در واقع فهرست رو میگم که بعداً به هر کدوم قراره توی ویدیوهای جداگانه بهش بپردازیم و کامل توضیح بدیمشون. فصل اول کارکرد نقده که در واقع به این میپردازه که خب ما مواجه همون با شعر و در واقع نقد قراره چطور باشه، این مواجهه از کجا آمده و شامل چه چیزهایی میشه. فصل دوم عنوانش از شعر چیست که ویژگی های شعر رو در واقع بررسی میکنه. در ادامه اون فصل سوم فصل فرمالیست هاست که به طور جداگانه این بخش فرمی رو در تاریخ ادبیات بررسی میکنه. فصل چهارم در جستجوی فرمه که به طور جزئی تری تمام جزئیات فرم رو توضیح میده. فصل پنجم چگونه شعر بخوانیم هست و یکی یکی اون چیزایی که تو فرم بهشون در واقع پرداختیم جزئی تر توضیح داده میشه. و فصل ششم هم که 4 شعر طبیعت هست، 4 تا شعر رو در واقع آقای ایگلتون آورده و به طور کامل نقدشون کرده از تمام با تمام اون ویژگی ها و مواردی که مد نظر خودش بوده توی کتابش. امیدوارم که شما با ما همراه باشید و یکی یکی فصل ها و قسمت های مختلف رو با هم مرور بکنیم. به امید دیدار شما.